هفته مهمترین رویدادها. خواست حکومت برای سرمایه گذاری در کشور. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس وزیران از سرمایه گذاران کشور خواست تا در دنور هوادوت دندل پر با پتنمی چمر با دپکر لاس و امداد لاس و تنیولی چی تزمش را کمک امداد و مرست وکر در نوبه جسو نخستین گفتگوی تصویری اشرف غنی پس از فرار. اشرف غنی گفته که بر بنیاد قانون اساسی هنوز هم رئیس جمهور است. ضد اساسی قانون به اساس ولسمشروم. دیدار وزیر انرژی ایران با مقامهای ارشد امارت اسلامی در کابل. وزیر انرژی ایران در دیدار با مقامهای امارت اسلامی بر عملی سازی معاهده حقابه هلمند تاکید کرده است. تلاش‌ها برای آزادسازی پشتوانه مالی افغانستان. بیش از 70 آگاه اقتصادی در نامه از جو بایدن خواسته تا دارایی‌های افغانستان را آزاد کند. و اینکه خواست مقتدی صدر برای انحلال قوه قضاییه عراق. سلام و وقت بخیر. به مجمع خبری ساعت 5:30 با من مصطفی حمدی از یک خوش آمدید. ملا عبدالغنی برادر رئیس وزیران میگوید که پروژه های اساسی اقتصادی جریان دارد که به تطبیق آن کشور به خودکفایی میرسد. همزمان مسئولان وزارت انرژی و آب در نشست برای جلب سرمایه گذاری در بخش انرژی میگویند که برنامه های گسترده ای را برای تولید انرژی و مدیریت آب در کشور آغاز کردند. مسئولان این وزارت میگویند که تلاش دارند تا سرمایه گذاری سکتور خصوصی را در زمینه تولید انرژی در کشور جذب کرده و تحصیلات بیشتر را برای سکتور خصوصی افزایش دهند. شاز برای جلب توجه سرمایه گذاری در افغانستان. معاون اقتصادی رئیس وزیران در این نشست از سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواست تا از فرصت پیش آمده استفاده کرده و در افغانستان سرمایه گذاری کنند. ملا عبدالغنی برادر گفته که اولویت کاری آنان در بخش تولید انرژی و کمک به سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. دلشی بلوش وقتی افغانستان خودکی پاسی او مش هم برمید لرو چی مش به دنور هوادوتا دندل پر دا پتنمی چمر به دپکر لاس و امداد لاس و تنیولی چی تزمش را کمک امداد و مرست وکر. همزمان مسئولان وزارت انرژی و آب میگویند که کار 110 بند کوچک و بزرگ را برای تولید انرژی برق آغاز کردند. زمون استراتژی که مخی دی اوبو او انرژی سکتورونی که دی میلیاردو دلار و پا ارزخت دی یو سلو لس بندونو و دانوال دی چی پا دی سر با پا میلیونونو جری بزمکا خروبا پا میلیاردو متر مکعب و بز زیرما او پا زرو میگاوات برخنا تولید شیم. مقام های وزارت صنعت و تجارت و معادن پترولیم میگویند که افغانستان بدون برق نمیتواند به استقلال اقتصادی دست یابد. همیشه به تماس هستیم و اولویت بندی میکنیم چیزایی که ضرورت به ملت ماست، چیزایی که ضرورت به افغانستان است. فقط ما میخواهیم که در بخش انرژی و در بخش برق باید سرمایه گذاری و باید و کوشش ما در بخش برق باشه که افغانستان هم از نگاه برق باید به پای خود استاده کنیم. نهادهای سکتور اقتصادی که برای جذب سرمایه گذاری در سکتور انرژی در افغانستان به این کنفرانس آمدند میگویند که تلاش دارند تا روند سرمایه گذاری در سکتور تولید انرژی در کشور را گسترش دهند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین در نخستین گفتگوی تصویری خود پس از فرار از کشور گفته که بر اساس قانون اساسی هنوز هم رئیس جمهور افغانستان است. در گفتگو با یک رسانه تازه تأسیس از زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان به شدت انتقاد کرده و عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی را عامل تحکیم نشدن جمهوریت خوانده است. از سوی هم رئیس جمهور پیشین گفته که آمریکا به تعهداتش به افغانستان وفا نکرده و واشنگتن را عامل بازگشت امارت اسلامی خوانده است. نوید صمدی با جزئیات بیشتر. از سکوت تا انتقاد.
اشرف غنی رئیس جمهور پیشین کشور حدود یک سال پس از فرار چگونگی سقوط جمهوریت را روایت می کند. آقای غنی در نخستین گفتگوی تصویری خود با تلویزیون ایجاد شده به نام ABN شماری از چهره های سیاسی و امریکا را از عاملان اصلی سقوط جمهوریت عنوان می کند. هرچند خیلی ها آقای غنی را عامل فروپاشی و حکومت پیشین می دانند، اما رئیس جمهور پیشین سقوط نظام جمهوریت از سوی خودش را رد می کند. اشرف غنی از ظلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین امریکا برای صلح افغانستان به شدت انتقاد می کند و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه را مسئول عدم تحکیم جمهوریت می داند. دکتر عبدالله مسئول عدم تحکیم جمهوریت است و مخصوصا در 7 سال آخر. دو، مسئول شورای صلح افغانستان بودی. کدام قدم برداشتی؟ در روی کاغذ کدام طرح را آوردی یا در عمل؟ وقتی که رفتی به دوحه و هم در تیاره خاص برد گرفتیم که پرواز کنی، پس آمدی در روز عید به ما گفتی که طالبان حاضر به هیچ نوع حرکت نیست. دغه ډول برخورد فکر کوم چې لیدرشپ ندی. لیدران مشران خپل مسئولیت منی، خپل اشتباه منی، پر خپل اشتباه باندې اعتراف کوي. ډاکټر غنی په دې ټولو مصاحبه کې تل دا کوشش کوي لکه ماشومان، لکه یو ماشوم چې خپل ملامتی پر نورو واچوي. آقای غنی نظر به قانون اساسی افغانستان هنوز هم خودش را رئیس جمهور کنونی افغانستان می داند و تأکید دارد که بدون خواست مردم این مسئولیت را به هیچ کس واگذار نخواهد کرد. ضد اساسی قانون به اساس ولس مشروم او ترسه د افغانستان ولس با قانونی توګه واک بلچاته انتقال کری ولس مشروم. از سوی دیگر رئیس جمهور پیشین گفته که امریکا با تعهدات خود با افغانستان وفا نکرد و از عملشان معلوم می شد که قبلا آمادگی برگشت امارت اسلامی به قدرت را داشت. که من رئیس جمهور قانونی کشور بودم و جمهوریت ملک شخصی من نبود که انتقال کنم. نه به عبدالله انتقال داده شده میتونست نه به کرزی، چون خلاف قانون اساسی بود. تنها کسی که من قدرت انتقال کردم میتونستم امرالله خان سالی بود و او را امریکای خوش نداشتن، گفتن مورد قبول نیست. همزمان با این نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل گفته که اشرف غنی باید از مردم افغانستان برای خلق بحران کنونی معذرت میخواست. و ما فکر میکنم که ایشان در تلاشی هستند که دوباره عوام فریبی بکنند و مردم را قناعت بدن که در سقوط افغانستان دیگرها هم رول داشت، شاید دیگرها هم رول داشته باشد، اما شخص درجه اول و مسئول درجه اول آقای اشرف غنی بوده. اشرف غنی هرچند فساد را در بدنه نظام جمهوریت میپذیرد، اما میگوید نیروهای امنیتی برای بقای نظام جمهوریت قربانی دادند. با گفته رئیس جمهور پیشین، فصل ناتمام امان الله خان را نه داوود خان، نه دکتر نجیب و نه هم او تکمیل نتوانست. اما اشرف غنی از جوانان خواسته تا فصل ناتمام او را تمام کنند. هیئت فرستاده شده ایران به سرپرستی وزیر انرژی این کشور با عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس وزیران و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در کابل دیدار و گفتگو کرده است. هدف از سفر این هیئت گفتگو درباره حقابه هلمند گفته شده و مقام های دو کشور در مورد حل چالش های بازرگانی و مهاجران افغانستان در ایران، مسئله خط مرزی و تقویت روابط دو جانبه گفتگو کرده اند. سهیلا یوسفی در این مورد گزارش می دهد. سفر هیئت ایرانی به افغانستان به سرپرستی علی اکبر مهرابیان وزیر انرژی و آب ایران. هیئت ایرانی در این سفر با مقام‌های ارشد امارت اسلامی از جمله عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس وزیران و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دیدار و گفتگو کرده است. هدف از سفر هیئت ایرانی تطبیق معاهده آب هلمند بین افغانستان و ایران گفته شده است. در این دیدار حسن کاظمی قومی نماینده ابراهیم رئیسی در امور افغانستان هم حضور داشته است. تطبیق موافقتنامه یکی از تهدابهای اساسی رشد مناسبات اقتصادی بین دو کشور و اعتمادسازی است. و تجارت ما با جمهوری اسلامی ایران از سال 2017 به این طرف
تقریبا جایگاه اول داره در تجارت با افغانستان و از 24 میلیون دلار در 2001 به 2752 میلیون دلار در سالهای اخیر سال 2021 رسیده بود. امیرخان متقی در مورد حل چالش‌های بازرگانان و مهاجران افغانستان در ایران، مسئله‌های مربوط به خط مرزی و توسعه ترانزیت بحث کردند. با توجه به شرایط فعلی نظام اقتصادی افغانستان، هرچه انعطاف‌پذیری سیاسی کشور افغانستان نسبت به کشورهای همسایه و کشورهای بین‌الملل بیشتر باشه، میتونیم از این فرصت سیاسی استفاده کرده و روابط اقتصادی بهتری به همراه کشورهای همسایه داشته باشیم. وزیر انرژی و آب ایران میگوید که در افغانستان فرصت‌های کافی در بخش ساخت و ساز وجود دارد و ایران آماده همکاری در تولید انرژی، کشاورزی و تأمین آب است. این سفر وزیر خارجه ایران در یک شرایط بسیار حساس صورت می‌گیرد. از یک طرف ایران با وجود تحریم‌ها، خشکسالی و افزایش گرما را تجربه می‌کند و از طرف دیگر جنگ اوکراین باعث شده که اقتصاد داخلی ایران ضربه ببینه و ایرانی‌ها به قناعت برسن و رسیدن که افغانستان است که میتونه مشکلات غذایی ایران حل بسازه. همزمان در این دیدارها بر تقویت روابط دو جانبه، حل روابط دیپلماتیک و تداوم این دیدارها تاکید شده است. هیئت ایرانی روز چهارشنبه وارد کابل شده است. علی اکبر مهرابیان، وزیر انرژی و آب ایران، نخستین وزیر ایرانی است که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی به افغانستان سفر کرده است. بیش از 70 تن از آگاهان اقتصادی از جمله برنده جایزه نوبل در نامه به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستار رهایی پشتوانه ملی افغانستان شدند. بر بنیاد گزارش خبرگزاری رویترز، در این نامه همچنان آمده که کشورهای جهان با وجود انتقاد از رفتار امارت اسلامی در قبال بانوان و اقلیت‌ها باید حدود 9 میلیارد دلار پشتوانه افغانستان را برای بازگشت فعالیت‌های اقتصادی به حالت عادی به این کشور برگردانند. بشیر احمد شیرزاد با جزئیات بیشتر. نامه با جو بایدن برای آزادسازی پشتوانه مالی افغانستان. بیش از 70 اقتصاددان و کارشناس اقتصادی از جمله جوزف استگلتز، برنده جایزه نوبل، در نامه به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از کشورهای جهان به ویژه آمریکا خواستند تا ذخیره‌های ارزی بانک مرکزی افغانستان را آزاد کنند. بر بنیاد گزارش خبرگزاری رویترز، در این نامه همچنان آمده که کشورهای جهان علی رغم انتقاد از رفتار امارات در قبال بانوان و اقلیت‌ها باید حدود 9 میلیارد دلار پشتوانه مالی افغانستان را به بانک مرکزی این کشور برای بازگشت فعالیت‌های اقتصادی به حالت عادی برگردانند. مردم افغانستان برای حکومتی که انتخاب نکردند رنج مضاعف را متحمل شدند. به منظور کاهش بحران انسانی و قرار دادن اقتصاد افغانستان در مسیر بهبود، ما از شما می خواهیم که به بانک مرکزی افغانستان اجازه دهید تا ذخیره های بین المللی خود را پس بگیرد. این نامه که همچنان خطاب به وزیر خزانه‌داری آمریکا فرستاده شده، توسط 71 اقتصاددان و کارشناس دانشگاهی دستخط شده است که بسیاری از آنها در آمریکا، بریتانیا، آلمان و هند مستقر هستند. از جمله یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی سابق یونان، و استگلتز، استاد دانشگاه کلمبیا که در سال 2001 جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد و عضو هیئت مشورتی مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاسی مستقر در واشنگتن است. این نامه را نیز او سازماندهی کرده است. اگر این محدودیت ها برداشته شود و همچنان تحریمات اقتصادی بالای افغانستان رفع شود و کمک های در بخش پروژه انکشافی و توسعه از اثر گرفته شود، بدون شک میتونه تغییرات خیلی گسترده را نظر به شرایطی که فعلا در افغانستان حاکم است به بار بیاره. در این نامه همچنان آمده که بانک مرکزی افغانستان بدون دسترسی به ذخیره های خارجی خود نمیتواند وظایف عادی و اساسی خود را انجام دهد. اقتصاد افغانستان همان گونه که پیش بینی میشد سقوط کرده است. ما فکر میکنیم تا زمانی که اگه اعتماد کافی نسبت به چگونگی مصرف از ذخایر ارزی افغانستان نزد کشور مثل آمریکا حاصل نشود، رهایی ذخایر ارزی افغانستان به این زودی ها محتمل به نظر نمیرسد. امید است که جو بایدن این خواست اقتصاددانای دنیا را برش تمکین بکنه و پولای منجمد شده رفع انجماد شود. از حدود 9 میلیارد دلار پشتوانه مالی افغانستان که پس از تسلط امارات اسلامی مسدود شد، 7 میلیارد آن در بانک در نیویورک آمریکا است.
امریکا 3.5 میلیارد دلار از این پول را برای شماری از خانواده های قربانیان حمله های 11 سپتامبر به عنوان غرامت اختصاص داده است و نیم دیگر آن را به عنوان کمک به مردم افغانستان کنار گذاشته است. شیخ رحیم الله حقانی که از عالمان دین در انفجار در کابل کشته شده است. بلال کریمی معاون سخنگوی امارات اسلامی کشته شدن شیخ رحیم الله حقانی را تایید کرده است. گفته می شود این عالم دین پس از چاشت امروز در یک انفجار در مدرسه‌اش کشته شده است. همزمان با یک سالگی حاکمیت امارات اسلامی در افغانستان، سازمان گزارشگران بی‌مرز با گزارش میگوید که در یک سال پسین 60% از رسانه‌ها در کشور فعالیتشان را متوقف کردند. بر بنیاد این گزارش، در سالی که حکومت سرپرست قدرت را به دست گرفت، افغانستان نزدیک به 40% از رسانه‌ها و 60% از خبرنگاران کار خود را به ویژه خبرنگاران به عنوان از دست دادند. شرح بیشتر با سهیلا یوسفی. بدتر شدن وضعیت کار خبرنگاری و آزادی بیان در افغانستان. سازمان گزارشگران بی‌مرز با نشر گزارش تازه میگوید که با به قدرت رسیدن امارت اسلامی در افغانستان، رسانه‌ها و خبرنگاران همه در گیرودار بحران شدید اقتصادی و محدودیت‌ها روبرو‌اند. بر بنیاد این گزارش پس از 15 آگست افغانستان نزدیک به 40% از رسانه ها و 60% از خبرنگاران زن در رسانه ها را از دست داده است. اکنون 3/4 از خبرنگاران زن نیز شغل خود را از دست داده و بیکارند. دبیر کل سازمان گزارشگران بی‌مرز هشدار می‌دهد که روزنامه‌نگاری در سال گذشته در افغانستان نابود شده است. از جمله 12,000 کارمند رسانه‌ای، حدود 7,000 کارمند رسانه‌ای که 2,100 تن آنان را خانمات تشکیل می‌داد کار خود از دست دادند. تنها رسانه‌ها بسته نشد، رسانه‌هایی هم که باقی مانده تعداد در حالت سقوط قرار دارند و رسانه‌هایی که فعالیت خود ادامه می‌دهند مشکل محتوا دارن. با او محتوایی که در گذشته نشرات داشتن، امروز او محتوا وجود نداره. بر بنیاد این گزارش، در مدت یک سال زنان روزنامه‌نگار بیشترین ضربه را دیدند و در 11 ولایت کشور نزدیک به 3,000 روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ای مصروف کار بودند. اکنون اما تنها 656 تن آنان در شرایط دشوار و افزایش محدودیت ها کار می کنند و سایر خبرنگاران زن خانه نشین شدند. متاسفانه شماری از رسانه ها مسدود شد و شماری از همکارای ما هم کارهای خود را از دست دادن، به کارهای شاقه رو بردن. حق دسترسی به اطلاعات خیلی محدود شده، خبرنگاران در یک وضعیت بد به سر میبرن، مسئولیت جانی و شغلی ندارن. زنای خبرنگار بدترین روزا را تجربه میکنن که محدودیت های بسیار زیادی از طرف طالبان بالای بانوی خبرنگار وضع شده که باعث نگرانی همه ما خبرنگارا بود و فعلا ما نگران هستیم. این در حال است که پس از فروپاشی نظام و دوباره به قدرت رسیدن امارت اسلامی، آزادی بیان با محدودیت روبرو شده و خبرنگاران زیاد هم شغلشان را از دست دادند. مسئولان بانک مرکزی افغانستان میگویند برای چاپ بانکنوت‌های جدید با شماری از کشورها و اداره‌های چاپ پول به سطح فنی به توافق رسیدند. این مسئولان می‌افزایند که برای آزادسازی پشتوانه مالی افغانستان با طرف‌های دخیل نشست‌های تنظیم شده و پیرامون موردهای فنی بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. مرکز رسانه‌های حکومت این روزها بیشتر نشست‌های خبری نهادهای دولتی زیر نام حسابدهی دولت به ملت را میزبانی می‌کند. مسئولان بانک مرکزی آمدند تا گزارش دستاوردها و فعالیت‌های یک سال پسینشان را ارائه دهند. سرپرست بانک مرکزی می‌گوید حفظ ثبات ارزش پول افغانی، حفظ و دوام فعالیت بانک‌های تجارتی، عرضه خدمات بانکی، تسهیل انتقالات بیرون و توسعه سیستم‌های نوین از دستاوردهای یک سال پسین این بانک بوده است.
مرکزو بانکونو د فعالیت خوندیتوب د نقدینګي مدیریت او د مشتریانو د امانتونو د ورکولو د خلکو لپاره د لومړنیو توکو او د خدمتونو د عرضه کولو په مخه د بهرنیو لیږدونو د اسانتیا او هیوادوالو لپاره د بانکي خدمتونو د وړاندې کولو. مسئولان این بانک میگویند که بانک نوت های فرسوده را گردآوری و از بین برده و برای چاپ پول جدید هم به سطح فنی با اداره های چاپ پول و شماره از کشورها به توافق رسیدند. پیس چې نورمال کېدل الحمدلله موږ تر ډېره بریده د بحران د مدیریت څخه وتلي وو، خو د نورمال کېدل هغه اصل هم بیا بیرته ګرځي چې خارجي بهرني عوامل لري، خو موږ خپل کوشش پکې تر نهایت کړی چې دغه بومي ظرفیتونه استفاده وشي. مسئولان این بانک هم تاکید دارند که برای آزادسازی پشتوانه مالی افغانستان با طرف های دخیل نشست های متعدد داخلی و خارجی صورت گرفته است. مسئولان اداره ملی امتحانات از آمادگی ها برای برگزاری امتحانات عمومی کانکور در سال جاری در کشور خبر می دهد. آنان همچنان می افزایند که هیئت هایشان را برای بررسی ظرفیت پذیرش دانشگاه ها به ولایت ها فرستادند و پس از بررسی زمان امتحان از سوی این اداره همگانی خواهد شد. اداره ملی امتحانات همچنان می گویند که در یک سال پسین بیش از 80 میلیون افغانی عواید گردآوری کرده است. نوید صمدی در این باره گزارش می دهد. ادامه برنامه حسابدهی حکومت به ملت. مسئولان اداره ملی امتحانات اینجا در مرکز رسانه ها در کابل آمدند تا کارکردهای یک ساله ایشان را همگانی کنند. عبدالقادر خموش سرپرست اداره ملی امتحانات از آمادگی ها برای برگزاری امتحان عمومی کنکور تا چند روز آینده در کشور خبر می دهد. او می افزاید که قرار است امتحان کنکور سال پیش رو از 33 ولایت کشور یک جا گرفته شود. امکانات رو په نظر کې نیولو سره او د داوطلبانو په نظر کې نیولو سره د موږ ازموینې کله په یوه ورځ، کله دوه ورځې او کله درې ورځې کې تنظیمیږي. نو موږ به په یوه دور کې چې وایو په یوه اونۍ کې به دا پروسه ختمه کړو په درې دېرش ولایتو کې انشاءالله، او دویمه اونۍ به موږ راځو کابل ته، او په کابل کې چې موږ هر کال تر 40-50 زرو پورې داوطلبان لرو، معمولا موږ یې په دوه ورځو باندې تنظیموو چې په دوه ټایمونو سهار او ماسپښین. سرپرست اداره ملی امتحانات از گرفتن امتحانات بیش از 700 هزار داوطلب در بست‌ها و برنامه‌های مختلف از سوی اداره ملی امتحانات تا یک سال گذشته خبر می‌دهند. د تیرو څو امتحانونو کې چې موږ یادونه وکړله، تقریبا د 1,490 په شاوخوا کې موږ داوطلبان لرل، چې هغه نه د 1,000 په شاوخوا کې ذکور، او د 21,000 په شاوخوا کې، یا نږدې 22,000 په شاوخوا کې ښځینه ګډون کوونکي موږ لرلی چې په دې ازموینو کې ګډون کړی وو. با گفته آنان عواید اداره ملی امتحانات در مقایسه به سال گذشته افزایش یافته است. آنان در یک سال پسین بیش از 88 میلیون افغانی عواید گردآوری کردند که 86 میلیون آن در بخش های اداری و فنی به مصرف رسیده، اما 2 میلیون افغانی به عواید دولت افزوده شده است. در مجموع ما در سال گذشته از فتح تا به امروز ما می 86 میلیون مصارف داشتیم، ولی 88 میلیون عواید داشتیم. این خوشبختانه که میزان بلند عواید ما را نشان می دهد که ما آهسته آهسته میریم به طرف خودکفا شدن، و انشالله که در سالهای نزدیک ما اداره خود بودیم که تمام مصارف خود از عواید خود به دست میاریم. پیش از این وزارت تحصیلات عالی اعلام کرده بود که امتحان عمومی کنکور پس از ماه سنبله برگزار خواهد شد. این در حال است که هنوز سرنوشت دختران دانش آموز دوره متوسطه و لیسه مشخص نشده است. وقوع آتش سوزی در بازار مندوی شهر پلخمری ولایت بغلان سبب حریق شدن بیش از 10 دکان در این بازار شده است. این آتش سوزی ساعت 1:30 نیمه شب گذشته آغاز و پس از 2 ساعت توسط آتش نشانی این ولایت مهار شده است. تا کنون علت اصلی این رویداد روشن نیست، اما گفته می شود که در این آتش سوزی زیانهای هنگفت مالی به دکانداران این بازار وارد شده است. رویدادهای جهان در این بسته تصویری. پس از آن که وزارت عدلیه آمریکا یک عضو نیروی قدس سپاه پاسداران را به توطئه برای قتل جان بولتون، مشاور امنیت ملی دوره دونالد ترامپ متهم کرد، واشنگتن و تهران در این باره هشدارهایی به هم دادند.
جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید به ایران هشدار داده است که هر گونه اقدام علیه مقامهای کنونی و پیشین آمریکا برای ایران پیامدهای شدید به همراه خواهد داشت. وزارت خارجه ایران در واکنش به آن گفته که ایران نسبت به هر گونه اقدام علیه اتباع ایرانی به بهانه این اتهام‌ها هشدار می‌دهد که حق هر گونه اقدام در چارچوب مقررات حقوق جهانی برای دفاع از حقوق دولت و اتباع جمهوری اسلامی ایران را برای خود محفوظ می‌داند. وزارت عدلیه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که شهرام پورصفا متولد تهران که به نام مهدی رضایی نیز شناخته می شود به نیابت از سپاه پاسداران در اجیر کردن اشخاص در ایالات متحده به منظور به قتل رساندن جان بولتون دست داشته است. انگیزه احتمالی شهرام پورصفا از این اقدام گرفتن انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران عنوان شده است. قاسم سلیمانی در سال 1399 در فرودگاه بغداد به فرمان دونالد ترامپ کشته شد. و اینکه در بخش ورزش شاه محمود نورزهی دونده کشور در رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی راهی دور بعد رقابت‌های اتلانتیک در بخش 200 متر شد. در پهلوانی هم سید محمد ناصری در برابر قهرمان آسیا تن به شکست داد و صعود به دور بعد در این رقابت‌ها باز ماند. جزئیات بیشتر با میلاد نجیب. شاه محمود نورزهی سریع ترین دونده کشور راهی دور بعد رقابت های اتلتیک بخش 200 متر شد. نورزهی هم خط با 7 دونده دیگر رقابت کرد و ضمن ثبت رکورد تازه 21 ثانیه و 22 صدم ثانیه در 200 متر راهی دور بعد رقابت های همبستگی کشورهای اسلامی شد. این دونده بلند قامت کشور امروز در مرحله بعد به مساف حریفانش خواهد رفت. خدا شکر باز از بعد از 20 روز که مسابقه داخل لیگ باشگاه ایران شرکت کرده بودم که اون توانستم که 21-65 به نام خود کنم که خدا شکر امروز باز توانستم که به 21-22 صدم ثانیه رکورد افغانستان بیاورم بچه‌ها. سید ساحل دیگر دونده کشور اما نتوانست رای دور بعد شود و در میان 8 دونده رده 8 را به دست آورد. در سوی دیگر و همین رقابت ها سید محمد در رشته پهلوانی در برابر حریف آذربایجانیش با نتیجه 10-0 شکست را پذیرفت و از ادامه این رقابت ها حذف شد. پل کوشش مرسرا که مگم که مادگی لرلا و تزا سیوم قهرمان دی آسیا سر آسوای و نسو نسیم شیرای نو تازه کار مامد اولین کشتی های زیاد در مسابقات کشورهای اسلامی در شهر ترکیه شد که تجربه مسابقات خارجی را نداشتن. قرار است فردا دو پهلوان دیگر کشور به نمایندگی از افغانستان وارد دوشک رقابت شوند. رقابت های همبستگی کشورهای اسلامی به میزبانی ترکیه در حال برگزاری است. وضعیت آب و هوا و نرخ اسعار. خبرها وقتتان بخیر.